گاهی وقتا مشکل در سیستم هیکل زنه. و اینم قبلا نمیدونسته، چون ما به اسلام عمل نکردیم. ببینید ما همه رساله های عملیه دقت بکنن کم و زیاد داره، اما این مطلب رو داره که بعد از آنی که توافق حاصل شد بین دختر و پسر، پسر حق دارد خانم را در یک لباس نازک با ستر عورت ببیند، چون این اندام با این اندام میخواد زندگی بکنه. خب اینا نیست الان، اینا یا نامزد میشن به حرام میرن جلو، یا نامزد هم نشدن بعدا هم دیگه رو میبینن. و الا چطور شده سابقا؟ من یادمه بعضی از عزیزان خدا رحمت میکنه مرده هاشون رو، میگفت که من شب عروسی رو زنم را دیدم. یعنی این نپسندیده بوده؟ چرا؟ طرق مختلفی مورد پسند شده بوده. و لذا طلاق در زمان قدیم اقلا تو این 40 سال قبل، مثلا 50 سال قبل، خیلی طلاق ها کم بوده. خانواده ها باورشون این بوده که طلاق اعلان ورشکستگیه، اعلان رفوز شدنه، اعلان ناتوان بودنه. یعنی هنگامی که مرد یا زن طلاق میگیره، این داره اعلان میکنه، به همه اعلان میکنه من قابلیت این که با یک دونه آدم دیگه که حالا مرد یا زن نتونستم با اون زندگی بکنم. خب این یعنی چی؟ چرا ما آمادگی داریم برای اعلان این که من رفتم دانشگاه، این همم هم خرج کردم، حالا میخوام رفوزه بشم؟ این اعلانش خیلی عجیبه. شما سراغ نداری یک نفر دانشجو را، واقعا بینندگان من اگر سراغ دارن برای من تکس بکنن من یاد بگیرم، کسی رو سراغ دارید پول دانشگاه بده این همه خرج بکنه و بعدم بگه من میخوام رفوزه بشم؟ غیر ممکنه. ما ازدواج رو باور نکردیم، این کار رو میکنم. پس میاد مسئله امتحان، چه بسا خداوند میخواد منو امتحانم بکنه.